بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد. 14 سفر سال 1007 مصادف با سال 977 هجری شمسی، سحرگاهی در یکی از کوچه های دلربای کاشان، صدای نوزادی در فضای خانه باصفای رضی‌الدین شاه مرتضی پیچید. کودک در آغوش مادرش زهرا خاتون بود که نام محمد محسن را بر او نهادند. او رفته رفته بالید و رشد کرد و برای ادامه تحصیل به اصفهان و سپس به شیراز رفت. مدتی در شیراز بود و سپس به اصفهان برگشت و شاگرد شیخ بهایی شد. در سفر حج همان سالها بود که شهید ثانی را دید و اجازه روایت از او کسب کرد و بعد به قم آمد و شاگرد ملا صدرا شد. در همین شاگرد استادی بود که دختر ملا صدرا را به همسری انتخاب کرد و در نقلی در افواه است که انتخاب اسم فیضیه بر اساس اسم ملا محسن فیض کاشانی بوده است. علامه مجلسی، شیخ بهایی، مرحوم میرفندرسکی و آقا زین الدین عاملی از جمله اساتید وی هستند. مرحوم علامه طباطبایی معتقد است که در جهان اسلام شخصیتی به جامعیت علامه فیض کاشانی نیامده است و این ادعا ادعایی است در نهایت اتقان و استواری. کثرت تألیفات ایشون در حوزه های مختلف علوم دینی نشانگر این معنا است. تربیت شاگردان برجسته‌ای که هر کدوم در جهان اسلام یک استوانه هستند، مثل علامه ملا محمد باقر مجلسی صاحب بهار الانوار، مرحوم آیت الله سید نعمت الله جزائری صاحب انوار عمانیه، قاضی سعید قمی این مرد برجسته و کم نظیر، مرحوم فیض کاشانی یک حکیم، یک فقیه، یک محدث خبیر، یک عارف کم نظیر، یک فیلسوف متبحر و یک شاعر زبردست است. خب اساتید خوبی همیشون داشته. هر کدوم از این اساتید از برجستگان جهان اسلام بودن. مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، مجلسی اول و مجلسی پدر به او گفته می شود، ملا صدرای عظیم الشأن که اتفاقا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی داماد مرحوم ملا صدرا هم بوده، او عجوبه دهر شیخ بهایی، بزرگ مرد جهان اسلام مرحوم میر داماد. خب یه چنین کسی در محضر چنین اساتیدی باشد، چنان شاگردانی را هم تعویل میدهد و خودش هم این چنین رشد و نمو میکند که بزرگان ما سر تسلیم در مقابل فیض کاشانی علی الله مقامه شریف فرود آوردند. هر کدام شیفته یک خصلت از خصایص ایشون، یک علم از علوم ایشون شدند و هر کی جامعیتش بیشتر، درکش از فیض کاشانی بیشتر. فیض کاشانی در کاشان و قمصر امام جمعه شهر بود و به دعوت شاه عباس دوم برای اقامه نماز جماعت و جمعه به مسجد جامع عتیق اصفهان عزیمت کرد. تفسیر صافی، اصول المعارف و قرة العیون از جمله آثار درخشان ایشان است. در تاریخ است که بیش از 100 عنوان تألیف داشته است. از ملا محسن فیض خداحافظی می‌کنیم و به این فکر می‌کنم که چه همه مردان خدا در زیر این خاک خفته‌اند و این سرزمین چه همه مردان بزرگ و ارجمند به خود دیده است. دریغ که ما سرسری می‌گذریم و حواسمان نیست این بزرگان هستند و از روح متعالیشان بهره‌ای نمی‌بریم.